فرای تنز با... یعنی به صورت تنز یک واقعیتی رو گفته ببینید شما بعد از حمله موشکی خنددار و کمیک وعده صادق که همون وعده باطل بود و در حقیقت رپورتاج تبلیغاتی برای گنبد آهنین اسرائیل بود خب موشک بخش قابل توجهی فعل شد بخش قابل توجهی اصلا خودش مشکل خورد و خودسوزی خود چیز کرد دقیقا خود انهدامی داشت بخش از تحلیلگران نظامی حامی رژیم یا حامیان رژیم مثل همین قیس قریشی تو بی بی سی خیلی میگفتن ما میخواستیم اراده زدن رو داشته باشیم برای همین چون نمیخواستیم که تلفاتی بگیریم رفتیم موشک هایی که از ته انباره آوردیم و این موشک ها چون خیلی مدت ها مونده بود و اینا خیلی هاشون فیل شدن یعنی علنا اینو گفتن که من از این برداشت کردم موشک های فاسده در حقیقت سپاه پاسان ببین جمهوری انگا مثلا این موشکاشون یه حکم لبنیات داره که مثلا تاریخ مصرف داشته باشه معلوم شد خیلی از موشک های جمهوری اسلامی تاریخ مصرف داره که اگر این موشکام انقدر تو انبار مونده اینا دیگه کارایی خودشون از دست دادن این موشک ها موشک های فاسد هستن برای همین این تنزی که درست شد شما میبینی میخندی ولی یک واقعیت میدانی پشت این تنزه که به راستی ما با در یک جنگ واقعی باید ببینیم موشک هایی که جمهوری اسلامی ساخته فرا اینکه این, این موشک ها سالها تو انبار خاک خورده که یک بحث دیگریه خب موشک های خیلی از کشور ها حالت مورد استای خدایی تو خواب مثلا توی انبار خاک نخورده چون هر دقیقه داره میزنه ولی فارغ از اینکه این, این موشک ها تو انبار مونده و به خودتون هم گفتید که بخشی از مشکلتون در عملیات وعده صادق این بوده که این موشک ها چون زیاد تو انبار بوده دچار یه سری مشکلات شدن و فل شدن در کنار این قضیه بحثی که جدی خب این موشک بخشش پروپاگانداست یعنی باشه آب گرم کن و رنگ کردن شبیه موشک کردن تو پاچمون یعنی بخشی جو ماهیت جمهوری اسلامی رو فهمیدیم رجز است پروپاگاندا است. که اگه امشب برسیم یکی از این رجزاشونو میخوام باز کنم رجز از پروپاگاندا است. برای همین این ویدیو این تنز شما باش میخندی ولی واقعیتیه که من دیدم که خیلی قشنگ به تنز واقعیت اومده مطرح کرده گوش کنین این آقای امیر آقای حاجی زاده این سلامیه که آقای عظما این داشته باشه از ماجون اینم از پایگاه زیرزمینی موشکامون ابتدا رو ببین حال کن فقط آورین آورین اون سجیل ازماجون عزما بود الان از گیلم نیست اینقدر نزدیمش پرنده ها اومدن تو کلاکش تخ گذاشتن اه امیر علی چی میگه این؟ ده چیزه یعنی منظورم اینه که ده ده اون قبلا فتا بود از ما. اما الان انباری خرت و رو میذاریم تو بدنش بابا این چه مسخره بازیه که شما در آوردید این همه پول از من گرفتید برام پایگاه موشکی زیرزمینی درست کنید حالا بازار سد اسمال دادید عزما جون خب وقتی فرمان زدن نمیدی همین میشه دیگه ساکت حرف نباشه ما میخواید کف پاتون رو بریسم فشارتون بیاد پایین ببند بابا حسین دوربینی تو هم کشتی ما رو از بس پرتو پلا گفتی خیلی خیلی چیز جالبیه تندجه در مورد آیه حسین سلامی همو بیگلی بیگلی میگه تو ما رو کشتی اینقدر پرتا پلا گفتی آفرین شما سخنرانی های سلامی رو یک پرت پلاگوی محسی رو توش میبینی میگم من این ویدیو رو به چشم تنز نگاه نکردم چون وقتی که شما جزئیات حمله وعده صادق رو بدونید میفهمید که این این واقعیته اصلا اعتقا تلخ قضیه عین واقعیته با وقاحت تحلیلگران مذهبی گفتن آقا ها خیلی توی انبار مونده فل شده <applause> <تص یعنی چی؟ هی گفتی اومده را بردی دشمنو میزنیم آخر اومده را بردی خودمون لط و پار شد الو بله باشه 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 بابا باشه چی بود؟ از ما از مرکز بسیجه میگه کی میزنیم پس بگو فعلا به دلیل که بعد برد موشکا برق ندارن نمیتونیم بزنیم الو نه السلام علیکم این حسن نصراللهی که شاکیه خب از ساعه از ساعت از ما از عمر در آوردیه میگه پس کی میزنید بگو بارسلون و رئال امشب بازی دارن گذاشتیم فردا بگو پرنده های مهاجر امشب پرواز دارن گفتیم به وقت موشکو بهشون نکره یه خالی ببند دیگه من فعلا من لازمم یکی منو ببره بیت از نمیخواد بری تا بیت بیا همینجا موشک شلمچه رو تبدیل به منقل کردیم همینجا ستایی مینیم فضا آورین خب این نکته دوباره که خیلی جالبه در مورد بحانه است که اینا در عدم زدن به اسرائیل دارن مطرح از یه گفتن ما خونخواهی میکنیم حمله میکنیم شاخشونه میکشیم 45 سال اسرائیل رو نابود میکنیم الان که موقعش رسیده کی گفتیم ما 45 سال گفتیم اسرائیل رو نابود میکنیم نفتیم نابودی نظامیه نابودی ماچ کردنیه ما با ماچ کردن میخواستیم اسرائیل رو نابود کنیم نه واقعا فکر کردن با تف کردن میخوان این کارو کنن یعنی چلو پنج سال تو پروپاگاندا کنی تو مدرسه ما رو به صف کنی بگی مرگ بر اسرائیل حالا که برسه تحلیلگرات یه دفعه بگن ما کی گفتیم اسرائیل قرار نظامی نابود کنی ما این طرح برای نابودی اسرائیل تر تر ماچ کردن و بوست کردن و دیپلماسی و گفتگو و خالوازیه نه این بحانه که میانن خیلی قشنگ در این تنز به تصویر میکشه که آقا پرنده مهاجر داره میره هوا خوب نیست نیست هوا خوب نیست یه شب تا شب ببینید شما اسرائیل هم وقتی که میخواست حمله زمینی کنه به در حقیقت غزه چهار پنج روز این بحث هوا مطرح شد گفتش که آقا هوا مناسب نیست حالا گذاشتیم امشب بارون فلانه گذاشتیم یه شب دیگه من بلا فاصله اومدم برنامه ساختم گفتم که ارتش اسرائیل گفته هوا خوب نیست نمیریم چقدر مسخره کردن جریان مذهبی چی شد هوا بده چطور به اسرائیل میرسه و تو میدونی اسرائیل صادق است به وعدش برخلاف شما که میدونید که رو وعدهاتون نمایش است فیک است شاف است چطور به اسرائیل رسید اومدی کلکل کردی چی شد هوا به خودتون میرسه نه آقا ما الان داریم تعریزی میکنیم هوا خوب نیست یا برنامه ریزی میکنیم فلان میکنیم حتی یکی از تحلیلاشون گفته که آقا ما ها رو در آوردیم چون اینا سالها تو انباره داریم دونه دونه آمار میگیریم که دوباره اون مشکل نباشه که فعل بشه به هر حال این تنزی که مطرح شد یک واقعیتیه ما این به بعد باید بگیم موشک های فاسد سپای پاسداران فاسد یکی به خاطر اینکه زیاد تو انبار موندن یکی دیگه به خاطر اینکه فیکن یعنی به خاطر بخش قابل توجهی از این موشک ها نه اینکه این قدرت موشکی دروغ باشد نه من این اعتقاد رو ندارم جمهوری اسلامی دارای قدرت موشکی است من میگم جنبه رسانه ای و جنبه رجسخونی در باب این یا تعریف و تمجیدی که در باب این موشک ها هواداران هوا جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی مطرح کرده بسیار بزرگتر از اون واقعیتی است که تو انبارشونه من این برداشتمه و این, این که خیلی کلیپ واقعا دقیقیه در پنج سالی که با این بخشی از اینا من یه هشت رو داشتم سطح رجز خونی سطح توهم سطح اینکه وای ما میدونیم چه خبره تسلطی که داریم خیلی این سطح این در حقیقت دنیای متافیزیکشون بالاست ولی واقعیتش اینیه که الان ما داریم در این تنز میبینیم اما